نادرشاه پسر ظاهرشاه آخرین شاه افغانستان پسر محمد یوسف خان برادر دوست محمد خان امیر پیشین افغانستان بود او در سال 1883 میلادی در دهرادون هندستان تولد شد در 29 سالگی به خدمت قشون درآمد و در 19 هفت میلادی به درجه جنرالی رسید در سومین جنگ انگلیس و افغان به هند حمله کرد و تال را گرفت و به عنوان نجات بخش افغانستان شهرت یافت وقتی که صلح برقرار شد به وزارت جنگ رسید در سال 1924 وزیر مختار افغانستان در پاریس گردید و در سال 1926 نادرخان شغل سیاسی خود را ترک گفت و مدت در نیز گذراند نادر کابل را تسخیر کرد و حکم اعدام حبیبلا و یارانش را صادر کرد که به تاریخ 21 میزان 13.8 هجری شمسی توسط قوای نادر تیرباران و پسانتر به دار آویخته شدند محمد نادر خان در 23 میزان 138 خورشیدی در قصر سلامخانه کابل در برابر اعیان و سران قبایل اعلام کرد که برای انتخاب پادشاه نو باید لوی جرگه تشکیل شود اما سران قبایل تشکیل لوی جرگه را لازم ندیدند و به پادشاهی او سر فرود آوردند نادرخان رای این مجمع را پذیرفته و در 15 اکتبر 1929 به عنوان نادرشاه به تخت پادشاهی افغانستان نشست نادرشاه چون قدرت را به دست گرفت اصلاحات و نظامنامه های دوره امان شاه را به کنار نهاد و محاکم را دوباره به آلمان دین سپرد. زنان را نیز بر رعایت هجاب مکلف ساخت و با تاسیس دانشکده پزشکی هسته اصلی نخستین دانشگاه کشور ایجاد گردید. محمد نادرشاه برای مطبوعات ارزش خاصی قائل بود و هر آنچه در دوره او به تبه رسیده است از نظر خودش یا گماشتگانش دیده و سانسور شده است غبار در جلد دوم تاریخ خود می نویسد که نادر شخصا روزنامه اصلاح را پیش از چاپ می و مطالب را سانسور می کرد روزنامه اصلاح را در سال 138 پیش از رسیدن به کابل بنیاد نهاد و روزنامه انیس را دولتی ساخت انجمن ادبی کابل هم در همین دوره تأسیس شد که مجله ماهانه کابل را نیز انتشار میداد در اواخر عصر محمد نادرشاه به دلیل ضعف حکومت و ناتوانی محمد نادرشاه مردم بسیار ناراضی بودند در نقاط مختلف کشور قیام ها و شورش های رخ داد که همه سرکوب شدند از جمله قیام کوهدامن را می توان نام برد که چون ارتش از سرکوب آن عاجز ماند قبایل جنوبی به کابل آمده آن شورش را خاموش ساختند سرانجام محمد نادرشاه در حبده اقرب، در سال 1312 هجری شمسی به ضرب گلوله یک دانش آموز به نام عبدالخالق هزاره در مراسم توزیع گواهی نامه ها کشته شد.